سلام، به برنامه مدبر زیبایی با سبا خوش اومدید. تو این قسمت بهتون چند تا راهکار یاد میدم تا زمانی که رژیم هستید با گرسنگیتون مقابله کنید. با ما همراه باشید. رژیم غذایی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اما یکی از علتهاش همین گرسنگیه. گاهی همین غذا خوردن یا گرسنه شدن شما دلیل غیر فیزیولوژیکی داره. حتی بعضی روزها که کسل هستیم گرسنگی میاد سراغمون. چون توی مهمونی هستیم از ما میخوان که غذا بخوریم و تبلیغ غذاهای مورد علاقمون رو میبینیم و میریم سمتش. میوه بخوریم. یکی از جنبه های گرسنگی با گلیکوژن کبد سر و کار داره. وقتی گلیکوژن کبد خالی میشه سیگنالی به مغز شما فرستاده میشه که میتونه گرسنگی رو تحریک کنه. وقتی گلیکوژن کبدتون تامین باشه میتونه کمک بکنه که احساس سیری بیشتری بکنید. پس سعی کنید میوه بیشتری بخورید و تا جایی که ممکنه از آب میوه ها دوری کنید. ورزش. ورزش میتونه سرعت انتقال لپتین به مغز رو بیشتر کنه که باعث میشه بقیه سیگنال های گرسنگی بهتر کار کنن. بعضی افراد هم با ورزش کردن گلوکوز خونشون رو کم میکنن و باعث تحریک گرسنگی میشه. حتی خیلی از محققا میگن که ورزش میتونه اشتها رو کنترل کنه. شما بعد از ورزش کردن به خودتون میگین امروز خوب ورزش کردم. پس چرا با خراب کردن رژیم تصمیمتون رو بی‌اثر کنید؟ ورزش به این اثر میتونه روی اشتهای شما تاثیر بذاره. فیبر بیشتری بخوریم. توی لیست غذاییمون باید فیبر رو قرار بدیم، چون کامل نیست اینجوری. فیبر میتونه به بهتر شدن گرسنگی کمک کنه. اول اینکه جزء کشش فیزیکی معده است که یکی از نشونه های مقدار غذایی که خوردیم. وقتی معده شما به صورت فیزیکی کشیده میشه ذهنتون فکر میکنه که سیر شدید. غذاهایی که سرشار از فیبر هستن یا همون غذاهایی که حجم بالایی دارن و کالری پایین دارن کشش معده رو خیلی خوب انجام میدن و از اونجایی که فیبر زیادی دارن نگه داشتن غذا به مدت طولانی مدت توی معدتون باعث میشه که شما مدت طولانی تری احساس سیری کنید. سعی کنید سبزیجات بیشتری بخورید. صبحانه‌تون رو کامل بخورید. وقتی تو وعده صبحانه چربی، کربوهیدرات و پروتئین بیشتری مصرف کنید در طول روز کمتر از گرسنگی بهتون دست میده. با خوردن صبحانه کامل هم در معرض بیماری ها قرار نمیگیرید و به وزن ایدال خودتون میرسید. پروتئین سالم مصرف کنید. وقتی غذای با پروتئین بالا مصرف کنید کمتر احساس گشنگی میکنید. تخم مرغ، ماهی، حبوبات سرشار از پروتئین سالم هستند. چربی سالم بخورید. شما با چربی های سالمی که مصرف میکنید هم سیر میشید هم چربی تو بدنتون ذخیره نمیشه. مثل پسته، آجیل و روغن زیتون رو مصرف کنید. شکمتون رو سالم کنید. زمانی که استرس دارید شکمتون به سمت غذاهای ناسالم و حله حوله میره. اما نباید استرس داشته باشیم، پس بهتر یوگا تمرین کنید. ورزش حتی 10 دقیقه پیاده روی هم میتونه بهتون کمک بکنه با حس بد گرسنگی مبارزه کنید. غذاها رو از جلوی دید خودتون بردارید. این میتونه کمک بزرگی بهتون بکنه. امیدوارم که مطالب امروز براتون مفید واقع شده باشه. ممنون که با ما همراه بودید.